درود و وقتتان بخیر. آنچه نیازهای اساسی برای برگزاری انتخابات سال آینده پنداشته میشه، با وجود آمدن سیستم شفاف رایدهی، تعیینات شفاف در کمیسیونهای انتخاباتی، در کنار آن آگاهی عامه و مشوره با نهادهای مدنی برای شفافیت در برگزاری انتخابات، حکومت افغانستان 16.5 میلیون دلار را برای خریداری ابزار فنی اختصاص داده است. اما از 13 شرکت تنها یک آن گفته میشه در روند اعلام خریداری حاضر بوده. پرسش هایی که مطرح میشه، واقعا حکومت افغانستان موفق خواهد شد و بخصوص کمیسیون مستقل انتخابات که انتخابات را در سال آینده برگزار کنه؟ دوم اینکه روند اعلام درخواست خریداری ابزار فنی چقدر شفاف بوده؟ و سوم اینکه چقدر میشه باور کرد که بار دیگر از سوی کمیسیون انتخابات و یا هم حکومت افغانستان آنچنانی که گفته میشه وقت کشی صورت نگیرد؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه. پس از خبر، آقایان شمس راسخ، رئیس برنامه های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، و جناب سید عبدالله احمدی، آگاه سیاسی، اینجا با ما هستن. خیلی خوش آمدین. ممنون از اینکه تشریف آوردین. آغاز بحث با شما آقای راسخ. روند اعلام خریداری ابزار فنی برای برگزاری انتخابات سال آینده چقدر شفاف بوده؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آریانیان نیوز و آقای احمدی سی. ذیل دو عنوان میشه این موضوع رو بحث کرد. موضوع خیلی مهمه هست، به این دلیل که در بعد کلانتر در واقع کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال قرار میده. از دید ما، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یک موضوع استقلالیت کمیسیون هست که اینجا مطرح میشه با و میان آمدن این موضوع. دوم، مدیریت و کارایی این سیستم هست، چگونگی این که شما چگونه این سیستم را که وارد میکنین چگونه مدیریت میشه و بعد کارایش و چگونگی کارایی چگونه هست. مثلا این موضوع خیلی مهم هست از دید ما. و در مرحله سوم، شفافیت بالاخره این فرایند یا خرید این امکانات یا تجهیزات مطرح میشه. من از همون ابتدا خیلی خلاصه میگم که کمیسیون مستقل انتخابات در ماده 156 قانون اساسی افغانستان به عنوان کمیسیون مستقل خطاب شده. واقعا مستقل بوده و است؟ همین هست. اینال شما وقتی موضوع اینچنینی طرح میشه که معاش یا بخش مالی کمیسیون از طریق وزارت مالیه به فرض تأمین میشه و بعد خریداری را که اینا میکنن برایشان، کمیسیون تدارکات یا اداره تدارکات انجام میده، از او طرف بودجه هم در اختیار حکومت یا دولت افغانستان هست، من نمیفهمم که استقلالیت کمیسیون واقعا در کجا باقی میمونه در اینجا با این وضعیت. حال استقلالیت کمیسیون با این مسئله از دید ما زیر سوال میره. همون قسمی که خدمت شما عرض کردم، ببینین از او طرف پلان یا طرح مشخص ساختن حوزه های رایدهی را از 7 ماه به این طرف دادن برای حکومت افغانستان. تا هنوز که هنوز هست او پلان بر نگشته. این یک مسئله. مسئله دیگه، بودجه‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات باید حکومت افغانستان برش مشخص بکنه و بعد توسط دونرا هم برش داده میشه، در مصرفش در قانون تصریح شده که کمیسیون استقلالیت داره، او از طریق وزارت مالیه افغانستان بلخه به مصرف حوزه های انتخاباتی که حالا گفته میشه کارش به تمام اتمام رسید. او هم یک بحث جداگانه است، متاسفانه در اونجا نگرانی های خود را هم ما داریم. آخرین گزارش هم به تاریخ 19 نشد. زنده باشین. حالا این موضوع دیگه هم تازه رویش اضافه شده که مثلا خریداری تجهیزات کمیسیون مستقل انتخابات را اداره یا ریاست یا کمیسیون به اسم تدارکات ملی انجام میده. در واقع که هم فرایند خریدش که شما همچنان گفتین که متاسفانه او یک بحث جداگانه است. پس هست 13 شرکت، چگونه یک شرکت حاضر میشه و 12 شرکت دیگر گفته میشه حاضر نمیشن در این روند یا فرایند؟ دلیل چه بوده؟ واقعا شما در جریان بودین؟ گپ از چه قرار است؟ آریان صاحب، من خدمت شما عرض بکنم از دید ما، بعد استقلالیت کمیسیون، بعد مدیریتی و کارایی و چگونگی عملکرد این تجهیزات در واقع مهمتر از خریداری در یا شفافیت در خریداری این تجهیزات هست. پس حالا شما میخواین بگین که کمیسیون نامستقل انتخابات؟ ما همین را میگیم، کمیسیونی که بر واقع برش اجازه داده نمیشه که به فرض 16 میلیون بودجه یا دلار مصرف بکنه. ببینید، من یک چیز برمیگردم به یک مسئله. شما وقتی میرین کمیسیون تدارکات یا اداره تدارکات را در واقع مطالعه میکنین، در اونجا ذیلش 16 تا هدف را لیست کردن در وبسایت قصر ریاست جمهوری افغانستان. در اونجا دو تا از این اهداف در واقع میخوانه
که به این موضوع، یعنی در واقع این موضوع رو تحت پوشش قرار میده. من خیلی من رونویس براتون میخونم و هدف نهم، شماره نهم رو گفتم، کاهش انحراف، فساد، تبعیض، واسطه‌گرایی و تقلب در نهادهای تدارکاتی سکتور دولتی، یا کاهش انحراف، فساد، تبعیض، واسطه‌گرایی و تقلب در نهادهای تدارکاتی. یک، شماره 15 هدف رو مشخص کردن ایجاد نظارت و کنترل بیشتر و بهتر بالای قراردادهای بزرگ ملی. ببینید شما بر روی کمیسیون که یک فرایند ملی در بعد انتخابات افغانستان با او بزرگی را در سطح ملی میخواین انجام بدن، وقتی سرویشان اعتماد ندارن که 16 میلیون دلار مصرف بکنن، چگونه این کمیسیون میآید مثلا 33 میلیون رای مردم افغانستان یا حداقل 33 میلیون یا 15 میلیون رای مردم افغانستان در حقیقت امانت داری میکنه؟ ممنون آقای احمدی. این چقدر میتونه قابل قبول باشه کمیسیونی را مستقل بخوانیم اما از بعد مالی وابسته باشه و در کنارش اجازه و صلاحیت خریداری نداشته باشه؟ تشکر. در اول خدمت شما آقای راسخ و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. خب کل مردم افغانستان منتظر برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و سرتاسری بودند و زمان تشکیل کمیسیون تا حال را انتظار طول کشیده و گپ سر موضوع استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و مسئله ای که فعلا رخ داده اگر مشخصا ما بحث بکنیم، طبق قانون جدید انتخابات بسیار واضح و روشن ذکر شده که کمیسیون مستقل انتخابات بودجه خود به دولت پیشکش میکنه، بودجه از طرف دولت تهیه میشه، ولی در صورت مصرف بودجه خود کاملا مستقل میباشه و بعدا به دولت گزارش ارائه میکنه. و حال که کمیسیون ملی، کمیته ملی تدارکات خریداری وسایل و تجهیزات انتخاباتی را انجام میده، مغایر با قانون انتخابات است در قدم اول، به خاطر که صلاحیت رسمی و قانونی کمیسیون مستقل انتخابات کمیته تدارکات به عهده گرفته، یک مرحله. و مرحله دومش هم پروسه‌ای که فعلا جریان پیدا کرده، حالا این را مگر ما فرض بگیریم که صلاحیت کمیته تدارکات ملی داره و باید انجام بده، آنچه را گفتن پروژه های بزرگ و ملی، بزرگ ملی، ولی در قانون انتخابات به صراحت واضح و روشن ذکر کرده که در صورت مصرف بودجه خود کاملا مستقل می باشد و در آخر گزارش می ده. نامستقل وقتی استقلالیت زیر سوال میره وقتی که چنین عمل کردی دیده شده. حال میگن که این پروسه به اعلام گذاشته شده، 13 نهاد درخواست داده و فقط از بین 13 کمپانی که درخواست روان کرده، فقط که به 13 کمپانی که آفر داده بوده، فقط یک کمپانی درخواست روان کرده، 12 نهاد کمپانی دیگر اصلا شرکت نکرده. این پرسش برانگیز باشه؟ این هم پرسش برانگیز است، هم از نظر قانون تدارکات ملی وقتی که از 3 کمپانی کمتر باشه باید پروسه اعلان و پروسه رقابت به دور بعد کشانده شود، و اگر چنین هم شود باز متاسفانه نسبت به زمان و وقتی که ما داریم و امکاناتی که است برگزاری انتخابات در سال پیش رو امکان پذیر نیست. اما آقای وریماچ میگن که ما اجازه خواهیم داد به شرکت، این که بیای ما ارزیابی خواهیم کرد که واقعا توانایی رسانیدن ابزار فنی را بر ما در زمان مشخصش داره. فکر میکنین اینجا قانون تدارکات حتی زیر پا میشه آنچنانی که کمیته تدارکات یا کمیسیون کمیته تدارکات اجازه دخالت را در این مورد نداره، حتی مورد تدارکات هم زیر سوال میره؟ مسلماً در قدم اول از اساس مشکل داره، چون یک شرکت است، حداقل باید 3 شرکت باشه و به طبق قانون تدارکات باید اعلان به دور بعد دوباره اعلام شوه. و اگر اینها رو یک کمپانی تمرکز بکنن، بگن ما اینا بررسی میکنیم که آیا امکان انتقال و رسانیدن تجهیزات دارن یا خیر، خب بازم در قدم اول قانون نقض میشه، خود قانون تدارکات، و در قدم دوم شک و شبهه زیاد به وجود میاد. اگر اساس و شروع کار انتخابات با شک و شبهات، با نارضایتی، با مسائل که دولت افغانستان و نهادها با او متهم هستند فساد اداری همراه باشه، با توقع از برگزاری انتخابات آزاد و بدون تقلب و عادلانه کم میشه. ممنون. آقای رسخ، تاکید روی برنامه ها و یا هم تقسیم اوقات یک شرکت بیانگر چی بوده میتونه؟ این که با شرکت صحبت خواهد شد، این که واقعا توانایی شرکت در این است که ابزار را به دسترس کمیسیون انتخابات قرار بده یا خیر، در حالی که آقای احمدی نقد دارن که حداقل باید 3 شرکت باشه و حالا نیاز است که به دور دو بره، این که تاکید میشه روی همین یک شرکت، این پیام‌آور چه هست؟
جناب آریان صاحب، من خیلی علاقمند هستم که تأثیر گذاری این نوع عملکردها و تصمیم گیری ها رو روی فرایند انتخابات ما بیشتر رویش تمرکز کنیم. اما با این مهم خواهیم پرداخت. آره. اما این پیام ما برای چه هست؟ ولی از دید ما در پاسخ به سوال شما، همچنان که آقای احمدی هم اشاره کردن بهش، از دید ما این مسئله یا این نوع رفتارها در واقع کاملا غیر قانونی هست. واقعا این فساد سوالیه در برابر مورد مبارزه با فساد را و از جهت سوال بزرگتری را در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات مبتنی بر استقلالیتش در اذهان عمومی مردم افغانستان حک میکنه. ببینید شما مجموعه ای عمل کردها، مجموعه ای رفتارها در واقع در مرور زمان به مرور زمان میایه منجر میشه به انجام یک فرایند بزرگ به اسم انتخابات افغانستان. ما اگر امروز به تمامی این جزئیات توجه نکنیم و این جزئیات در واقع در خلای معلوماتی انجام بیتیم، یعنی در خفا انجام بیتیم، به انجام دادن از این موضوع در خفا بدن، ما که جزئیات نداریم در واقع، یعنی نبا نهادهای مدنی ناظر انتخابات شریک نبودن. ما که به عنوان یک نهاد بالا بالاخره برتر در افغانستان، ولی یکی از نهادهای معتبر در افغانستان، ما که چیز نشنیدیم از این مسئله. ما زمانی شنیدیم که بالاخره اومدن از رسانه ها یا خود ما در واقع تحقیق کردیم در مورد اینا، یک چیز پیدا کردیم که اینا خودشون بیاین واقعا سهیم بسازن، نهادها رو نظارت بکنه و بالاخره معلومات سهیم بسازن، شریک بسازن، همچین چیز متفاوت. حالا این چقدر میتونه تاثیر بگذاره روی برگزاری شفافیت انتخابات؟ یک بحث خیلی عمیق همین است، میپردازیم. حالا ببینید، شما وقت تجهیزات به این مهم میارید در داخل افغانستان، آیا شرکتی که به فرض شما حالا به عنوان برنده اعلامش کردن یا قرار است اعلام شود، در واقع اینها بالاخره خدمات پس از فروش هم دارن یا خیر؟ خدمات پس از فروش به این معنا که ما در کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت و توانمندی ما برای استفاده از امکانات تا چه اندازه هست. واقعا این شرکت، اونجایی که ما خبر داریم، این شرکت فقط تهیه میکنه این مواد را در واقع، یا این تجهیزات را، از او به بعدش را کار نداره. یک شما چگونه استفاده میکنید، چگونه استفاده نمیکنید، بهش کار نداره. ببینید، امنیت سایبر امروز یکی از کلانترین سوالات و نگرانی هاست در کشورهای خارجی، یکی از این امکانات استفاده میکنه. شما که مایی که در افغانستان سالها یا در طی انتخابات های گذشته رنج بردیم از تقلب های گسترده و وسیع و دستکاری ها، چه در داخل چه از بیرون، مثلا حالا متهم شدن کسایی، شما امروز با آوردن این دستگاه ها از کجا ضمانت میکنن که این دستگاه ها سالم میآیند از اونجا، در اینجا سالم بالاخره تحویل دادن میشن و وقت افرادی که مسئول هستن اونا واقعا دانش لازم را خواهد داشت؟ واقعا دانش باید را کسانی که حالا گماشته شدن در کمیسیون انتخاباتی من حیث کارمند دارن؟ از دید ما متاسفانه همچین چیزی وجود نداره. ظرفیت، ببینید شما، مثلا ما در واقع خیلی ساده تر از اون مرحله قبلی که اینا انجام دادن، ارزیابی حوزه های رایدهی بود، در خود مراکز رایدهی بود، در حقیقت در واقع دمی ارزیابی مراکز رایدهی، گزارشی که ما داریم در خیلی از ولایت ها، در خیلی از ولسوالی ها بنا بر ناامنی انجام نشده. کسایی که استخدام شدن صنف 12، فارغ صنف 12 و 11 و 10 از مکتب بودن، یا یک تعداد خیلی محدودشون فارغ مثلا پانتون یا دانشگاه ها بودن، در واقع ببینید این افراد تجربه لازم به حتی بر پیش بردی کارها نداشتن. نه اینکه ما بگوییم اینا در واقع باید مشخصا در حوزه انتخاباتی کار میکردن تا تجربه، حتی در ادارات دولتی هم تجربه نداشتن. بنا شما دو نفر را در یک ولسوالی فرستادین با یک تبلت در دستشون که برین موقعیت محلات و مراکز رایدهی رو مشخص بکنین، اونها هم به دلیل ناامنی حکومت با تمام نیرو و توان خود نمیتونن در ولسوالی بره. این دو نفر چگونه میره در اونجا؟ گزارش هایی که ما داشتیم در خیلی از موارد، اتفاقا اینا از ولسوالی های همجوار یا حتی از ولایت های همجوار رفتن یک جای ارزیابی کردن. اینا دیگه فکر کنم فایر در هوا هست در واقع. واقعا حالا کمیسیون مستقل انتخابات و آنجرانی که آقای راسخ میگن نامستقل، از یک سو از طرف دیگر حکومت افغانستان فایر به هوا میکنن، با در نظر داشتین که امنیت سایبری موضوع را یا برقی شدن روند رایدهی را مد نظر نمیگیرن، از طرف دیگر افراد آموزش ندیده. این به مسئله بسیار مهم است، جدا از مسائل تکنیکی که ما شما بحث کردیم در رابطه با خریداری تجهیزات که مشکل قانونی داره و مشکلاتی که هست با پرسش برانگیز خوانده میشه، با پرسش برانگیز خوانده میشه و استقلالیت کمیسیون زیر سوال میبره، صلاحیت های کمیسیون و کمیسیون تدارکات و بنات های دیگه داده میشه. جدا از مسائل، اگر ما فرض رو بری بگیریم که با همین شرکت قرارداد شد و همین تجهیزات خریداری شد، آیا ما میتونیم یک انتخابات سالم و یک انتخابات سرتاسری خوب داشته باشیم؟ خیر، چون در قدم اول کسایی که از امکانات و تجهیزات استفاده میکنن، اینا باید آموزش ببینن، اینا باید طریقه استفاده از این تکنولوژی را یاد بگیرن، با یک روز نمیشه. و متاسفانه تا کنون کسی رویش طریقه استفاده از این سامان آلات تکنولوژی را بلد نیستن. و در قدم دوم خود مردم نیاز است که آگاهی داده شوند، معلومات
برایشان داده شوند که چگونه در انتخابات شرکت بکنند، یک آگاهی عمومی هم صورت بگیره. از این دو نظر هم متاسفانه اشکال داره. یعنی حتی اگر این پروسه به همین شکلش با فشار هم صورت بگیره و این تجهیزات به همین اشکالات و مشکلاتی که داره هم خریداری شود، باز هم ما نمیتونیم که انتخابات خوب داشته باشیم. مشکل اصلی و اساسی این بار ای است که انتخابات در دوره گذشته بدنام شد، اعتماد مردم از انتخابات چه ضمانت وجود داره این بار نشه، پروسه انتخابات کم شد. حال کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت و تمام تلاششان بر این باشه تا انتخابات اعاده حیثیت شده، تا اعتماد مردم دوباره جلب شده، تا اینکه ما بتانیم اگه انتخابات سالم و اگه انتخابات سرتاسری داشته باشیم. اگر به چنین روند ما پیش بریم، متاسفانه نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. آخه راست، حالا در چنین وضعیت چقدر باور دارین که حکومت موفق شوه؟ از یک طرف کارمندان آموزش ندیدن، از طرف دیگر ناشنا هست اکثر کارمندان، چون شما گفتین با این سیستم جدید، از طرف دیگر امنیت سایبری این مهم و یا هم امنیت رای دهی زیر پرسش هست، حکومت موفق شود در سال آینده انتخابات برگزار کنه؟ همی سوالات هست که ما را مجبور می‌سازه که به دیده شک بنگریم به این موضوع. ببینن مردم افغانستان شاید حالا ما را از طریق رسانه های از طریق رسانه شما میبینن و شاید یک تعداد قضاوت بکنن اینگونه که اینا بجز منفی بافی کار دیگه ای ندارن. ببین وقت ما مثلا میبینیم که پروسه اینگونه انجام میشه، شما زمان خبر میشین که کار همه چیز انجام شده در واقع و نهادهایی که در واقع باید ناظر باشن از این فرآیند نظارت بکنن، گزارش تهیه بکنن، ببینن شفافیتش رو بالاخره تایید بکنن یا رد بکنن، اونها هیچ سهمی ندارن در واقع، نه از جانب کمیسیون، نه از جانب دولت افغانستان، حکومت افغانستان. وقتی این گونه میشه ما چاره دیگه نداریم به جز اینکه بیایم ابراز نگرانی بکنیم، در واقع جزئیات مسئله رو رسانه‌ای بسازیم. کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه، من اگر دوستای اونجا هستن همین لحظه صدای من میشنوم، من بعضی به کرات ای شاید بار هزارم باشه که تکرار میکنم که نحوه هماهنگی یا مثلا یک استراتژی شفافه که هماهنگ بکنه عملکرد یا برنامه های کمیسیون مستقل انتخابات رو با نهادهای مدنی، همچین چیز اصلا وجود نداره. دروازه همیشه گفتن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات برای شما باز هست، ولی او دروازه ای که بالاخره بدون پلان، بدون برنامه، بدون یک چارچوکات، بدون یک اصول برای همه باز باشه، او در هم دروازه باشه. شهروندان میپرسن، برخی شهروندان، این که چه ضمانت وجود داره که حالا وقت خوشی بار دیگر صورت نگیره، انتخاباتی که حالا 3 سال به تعویق افتاد یا 2 سال؟ دقیق است. در همین مورد، اتفاقا در همین مورد آموزش کارمندای کمیسیون در مورد این حالا دستگاه‌های جدید میاد، شاید کمیسیون بر ما بگوید که اجازه بدین که لاقل اون دستگاه‌ها اینجا بیاید که ما بعد آموزش رو برگزار بکنیم. ببینن اینجا نگرانی از اینجا منشعب میشه که شما هیچ چیز را در جریان نمیگذارین. شما ما را در واقع نهادهای مدنی را که نهادهای ناظر هستند در یک عمل انجام شده قرار میدین. پس کوزه شکن، کوزه خر و کوزگر و کوزه فروش خودن. همی در واقع. البته من در این یک مورد طرفدار کمیسیون هستم که تاکید میکنم حکومت افغانستان که اجازه بدین خود کمیسیون کار خود انجام بده. شما بودجهش را در دست خود گرفتین، پلانش را در دست خود گرفتین، از این طرف مثلا قراردادهای کلانش هم در دست خود گرفتین، پس در استقلالیت از در کجا در چی ماندین؟ در یک اسکجول انجام میده که بالاخره یک چیز شما برش میگین اون میره انجام میده که دیگه نشد کمیسیون مستقل نام شرم بردارین، مثل کمیسیون شکایت را که مستقل شو برداشتین ایران مستقل شو بردارین، اون موقع هر چه دلتون شد بکنید. ممنون. بیاین آقای احمدی، دیدگاه شهروندان را هم باش مشارک بسازیم. واقعا شهروندانی که حالا باور ندارن به انتخابات، بار دیگر پای صندوق های رای با وضعیتی که آقای راسخ شرح دادن خواهند رفت؟ خب به مرقبه که باید قبلا اشاره کردم، انتخابات بدنام شد، اعتماد شهروندا و انتخابات کم شد، با وجودی که مردم در روز انتخابات انگشتایشان بریده شد، با وجودی که زنا در صفهای طویل آمدند انتخابات شرکت کردند، ولی متاسفانه انتخابات نتیجه خوب نداشت و مردم راضی نبودند. پس حالا چه باید شود؟ حال توقع شهروندا و مردم افغانستانی است که کمیسیون مستقل انتخابات یک انتخابات کاملا شفاف، روشن، عادلانه و سرتاسری رو برگزار بکنه و با برنامه ها و طرحهایی را که ما شاهد هستیم متاسفانه این امید شهروندا کم میشه. حتی در مورد همین مسئله خاص که مسئله تجهیزات است، ما فرض رو بری بگیریم که همین تجهیزات با از همین شرکت خریداری شد. ممنون. و اگر این به همین شکل انتخابات برگزار شود، یک انتخابات ناقص، یک انتخابات غیر اصولی، غیر عادلانه و بسیار در سطح کوچک برگزار میشه. و اگر
دوباره پروسه به دور بعد بره، سال بعد ما انتخابات نخواهیم داشت. ممنون شما، لطف کردین از اینکه تشریف آوردین آقایان راسخ و احمدی، ممنون شما. و واقعا کمیسیون مستقل انتخابات نامستقل است؟ و بار دیگر آیا شهروندان دوباره بالای روند برگزاری انتخابات اعتماد خواهند کرد؟ دو پرسشی که در آینده پاسخش را به دست خواهیم آورد. تا درود دیگر.